به نقل از تویتر آریانا نیوز، تازه جنگ میان طالبان مسلح نیروهای امنیتی در منطقه پل سرخ مرکز میدان شهر ولایت میدان وردک جریان دارد و شهرهای کابل قندهار از یک ساعت بدین سو مسدود است. این در حال است که طالبان چنین می‌افزاید: اجازه دخالت در امور داخلی افغانستان را به امریکا نمی‌دهیم. گروه طالبان گفته است که اجازه دخالت در امور داخلی افغانستان را به ایالات متحده آمریکا نمی‌دهد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، گروه طالبان در اعلامیه اعلام کرد که توافق صلح با آمریکا به موضوع بیان می‌کند که این کشور و یا هر کشور دیگر نباید در امور افغانستان دخالت کنند. بر اساس این اعلامیه تصمیم گیری درباره آینده افغانستان حق طبیعی افغانستانی ها بوده و مردم این کشور باید برای رسیدن به صلح پایدار در کشور خود اراده کامل داشته باشند. طالبان همچنان اعلام کرد که تا اکنون کشورهای زیاد سعی کردند این حق را از مردم افغانستان بگیرند و در طول تاریخ مصیبت ها و جنگ های فاجعه آمیز را برای این کشور به بار آوردند. این بیانیه تاکید کرد که طالبان در حالی که هنوز با دولت افغانستان در حال جنگ است، توافقنامه صلح با آمریکا را امضا کرده است. اتحادیه اروپا: حکومت افغانستان می تواند آزادانه در مورد رهایی زندانیان طالب تصمیم بگیرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید زندانیان طالب در بند حکومت افغانستانند و این کشور می تواند مستقلانه در مورد آن تصمیم بگیرد. به گزارش اسپوتنیک، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر پیام تویتر گفته است که حکومت افغانستان می تواند در مورد شرایط رهایی زندانیان گروه طالبان به گونه مستقل تصمیم بگیرد. او همچنان با اشاره به شرایط آزادی زندانیان طالبان در توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان گفته است که آمریکا و طالبان بخش از این توافقنامه نیست. آیا غنی و عبدالله حکومت مشارکت خواهند ساخت؟ منابع در افغانستان میگویند که رایزنی ها برای ایجاد یک حکومت مشترک از سوی غنی و عبدالله آغاز شده است. به گزارش اسپوتنیک تولونیوس نوشت، 4 روز پس از برگزاری مراسم نهای جداگانه تحلیف در ارگ و سپهدار و اعلام دو حکومت، اکنون اشرف غنی و عبدالله برای ایجاد یک حکومت مشترک همشمول رایزنی میکنند. نزدیکان عبدالله میگوید که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول صرف از چهره های جهادی با آقای عبدالله برای بریم رفت از بحران کنونی رایزنی کردن. با گفته آنها بس پایان مشکلات است، پایان تنشاس و رسیدن به اگرای حل است که تمام اطراف و جوامن داخلی در این وضعیت قانع شوند. همزمان با رایزنی های چهره های داخلی منابع میگویند که ظلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در این راستا دست به کار شده است. با گفته این منابع، آقای خلیلزاد دوبار با عبدالرشید دوستم، یکی از حامیان عبدالله گفتگوی تلفنی داشته است و پیشنهادهای هم برای آقای دوستم داشته است. اما نزدیکان آقای دوستم گفتند که پیشنهادهای خلیلزاد نپذیرفته شده است. پس از آنکه عبدالله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفت و آن را تقلبی خوان، او و اشرف غنی به تاریخ 19 اود مراسم های جداگانه تحلیف را برگزار کردند و هر دو خودشان را رئیس جمهور اعلام کردند. این بحران در حال ایجاد شده است که افغانستان در شرایط حساس قرار دارد و قرار است گفتگوهای صلح با طالبان به زودی آغاز شود و آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله را در این شرایط بسیار نگران کننده میدانند. میرزا محمد معاون نخست مجلس نمایندگان بیان داشت، اینها هر دویشان باید از اختلافهای درونی بگذرند و به خاطر مردم، به خاطر کشور یکدیگر را بپذیرند و اتفاق کنند. تنش ها میان عبدالله و اشرف غنی پس از آن شدت گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری که در 6 ماه میزان برگزار شد اعلام کرد. عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و گفت که حکومت خودش را می سازد. حمدالله محب: اگر طالبان خشونت‌ها را ختم نکنند،
نیروهای دولتی حملات تهاجمیشان را آغاز می‌کنند. حمدالله محیب گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هنوز هم در حالت دفاعی قرار دارند، اما اگر طالبان حملاتشان را متوقف نکنند، نیروهای افغان به حالت تهاجمی می‌آیند. با گزارش اسپوتنیک، مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بیان داشت. در این دیدار دو طرف در مورد پروسه صلح و افزایش خشونت از سوی گروه طالبان در برابر مردم و نیروهای افغان بحث و تبادل نظر کردند. حمدالله محیب گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هنوز هم در حالت دفاعی قرار دارند، اما اگر طالبان خشونت ها را پایان ندهند، نیروهای افغان از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در خواهند آمد. چند روز پیش، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی نیز به گروه طالبان تا پایان هفته جاری مهلت داد که دست از حملات علیه نیروهای امنیتی بکشند. او به طالبان هشدار داد اگر طالبان تا آخر هفته جاری حملاتشان را متوقف نسازند، نیروهای ما دشمن را در هر جایی که از کشور باشند آماج قرار خواهند داد. آقای خالد روز یکشنبه 8 اوت در یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و برای احترام به توافقنامه صلح تا پایان هفته جاری در حالت دفاعی باقی میمانند. امرالله صالح به طالبان: به مردم اجازه دسترسی به خدمات صحی را بدهید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست که برای مردم اجازه دسترسی به شفاخانه ها را بدهند. به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری خطاب به طالبان در صفحه تویتر خود نگاشته است: کسی که از ISI پاکستان باید به شورای کویته طالبان تشریح کند که ویروس کرونا با حملات هندواری، بمگذاری ها و مانه های کنار جاده از بین نمی رود. آنها باید به مردم در ولسوالی های زیر کنترلشان اجازه دهند که به اطلاعات و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. یادآوری میکنیم که مسئولان شفاخانه ولایت هرات میگویند اولین شخصی که در افغانستان مبتلا به ویروس و کرونا همگیری چینایی شده بود، پس از یک دوره درمان 3 هفته‌ای از شفاخانه اخراج شد و خانه اش برگشت. هرچند تا اکنون هیچ رویداد مثبت این بیماری در شهر کابل ثبت نشده است، اما وزارت صحت عامه میگوید که در چندین بیمارستان پایتخت آمادگی های لازم برای قرنطینه و شناسایی روی دادهای مشکوک ویروس کرونا گرفته شده است. خلیلزاد به دوستم: رتبه مارشالی در برابر پذیرفتن نتیجه انتخابات. فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا به معاون پیشین نخست رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد رتبه مارشالی در برابر پذیرفتن نتیجه انتخابات را داده است. به گزارش اسپوتنیک، بشیر احمد قاسانی در صفحه تویتر خود نگاشته است: رتبه مارشالی و معاونیت سرقومندان اعلی قوای مسلح به هدف پذیرش نتیجه انتخابات در یک بسته امتیازات از سوی زلمه خلیلزاد به جنرال دوستم پیشنهاد شده بود. او در ادامه نوشته است: اما جنرال دوستم پاسخ رد داده است. پیش از این به تاریخ 19 اوت در افغانستان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو در یک روز مراسم تحلیفشان را برگزار کردند. مذاکرات بین الافغانی باید در جریان 10 روز خاتمه یابد. خلیلزاد باید در جریان 10 روز مذاکرات بین الافغانی ختم گردد. با گزارش اسپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا امیدوار است که در مرحله اول خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مذاکرات بین الافغانی ختم گردد. خلیلزاد طی مصاحبه با آژانس تولو نیوز گفت: من شخصا امیدوارم که مسئله مذاکرات بین افغانی در مرحله اول نیروهای آمریکا از افغانستان خاتمه یابد. توافقنامه صلح که در 29 فوریه بین ایالات متحده و جنبش طالبان، یعنی در فدراسیون روسیه ممنوع است، امضا شد. با اساس آن نیروهای آمریکا در ظرف 14 ماه کاملا افغانستان را ترک خواهند کرد
و در مدت 135 روز تعداد آنها از 13,000 به 8,600 نفر کاهش می‌یابد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر با کانال ما همراه باشید.